اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد، برای توضیح بیشتر در رابطه با این رخداد همراه ما هستند. آقای تابش، سلام و عرض ادب. دلیل درگیری های به وجود آمده در مرز افغانستان و پاکستان چی و آیا امکان توقف آن وجود داره و یا همچنان ادامه خواهد داشت؟ بفرمایید. موضوع مسئله درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان یک موضوع نسبتا مغلق و پیچیده است و این یک موضوع تاریخی است، به دلیل از اینکه میان افغانستان و میان پاکستان تقریبا یک قرن قبل یک خطی کشیده شده که به عبارت افغانی ها از آن افغانستانی ها از آن بنام خط فرضی یاد می کند، اما پاکستانی ها آن را به عنوان یک مرز رسمی می شناسند و از طرف همواره از طرف دولت های افغانستان و جامعه افغانستان ادعای مرز رسمی بودن زیر سوال قرار گرفته و بر این اساس بحث ناامنی و بحث درگیری های مرزی یا نزاعات مرزی میان افغانستان و پاکستان خلاف آنچه است که در دیگر مرزهای افغانستان رخ می دهد و این یک موضوع تاریخی است و این یک موضوع است که هنوز میان دو کشور در حل باقی مانده و سرسیات بسیار بالای برخوردار است که خرازگاهی باعث آن می شود که میان دو طرف درگیری های هم صورت بگیرد. خب دلایل شد این است که افغانستانی ها ادعا دارند که مثلا این یک خط فرضی است، یک مرز رسمی میان دو کشور نیست، اما پاکستانی ها در سوی دیگر ادعا دارند که یک مرز رسمی است و این قسمتا خاطایی که افغانستان حالا ادعا دارند که در نهایت از ماست یا حق ماست، این مربوط پاکستان است و این نزاعها زیر همین دعواهای حقوقی که بیان دو کشور حل مانده کماکان ادامه داره و این زودی ها هم ختم نخواهد شد و از طرف دلایل فرعی‌تر و جزئی‌تر هم میتوانیم زیر مجموعه این بحث مطرح کنیم که به عنوان مثال میشود گفت که نیروهای مرزی حکومت فعلی افغانستان هم خیلی با قواعد مرزی و قواعد عمومی بین الملل و مرزهای رسمی و حداقل مرزهایی که هنوز هم مورد منازعه و دعواست خیلی بلدیت و آشنایی ندارند و از طرفی این خطی فرضی حالا به قول افغانستانی ها و به قول پاکستانی ها مرز رسمی دیورن میان دو کشور به فاصله بسیار بزرگی وجود دارد که روزانه ده ها مورد تبادلات تجارتی و حتی عبور و مرور افراد میان دو کشور و بعضی کالاهای به حساب قاچاقی و حتی همین گروه های تندروی که شما در گزارشتان اشاره کردین از همین کانال ها و از همین مرز ها بیان این طرف رفت آمد دارن که در نهایت همه این ها باعث میشه که درگیری کماکان و زمان رخ بده و زمان هم فروکش کنه و به همین گونه متاسفانه ادامه داشته باشد تا زمانی که منظور این خط میان دو کشور به صورت دائمی و به صورت حقوقی و قانونی حل فصل نشود و تکلیف این سرزمین و این خط به صورت حقوقی و طبق قواعد بین الملل حل فصل نشود و به رسمیت مرزی و مرز و عرض دو کشور به رسمیت شناخته نشود، این جنجال کماکان متاسفانه ادامه دارد. بله، با سپاس فراوان از اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد و توضیحاتی که ارائه دادند.